توی این ویدیو قرار دسته پلی‌استیشن رو، آنالوگ استیکش رو، این واسه این چپ و راست رفتنش رو، اکسیس باتنش رو، دریفت باتنش رو، هر چیزی که بلا اسمشو میگین، اینو قرار آپگرید کنیم با هال افکت، هال افکت ورژن 3. ببین اینا میشن اوریجینال هاش، بذار اینجا نشونتون بدم. اینا میشن پتانسیومتر اوریجینال ها، این آبی هایی که همیشه رو خودشون هستن که همیشه هم در حال خراب شدنن. اینی که من الان یه جورایی میخوام آپگرید کنم دسته پلی استیشن رو به این هال افکت، اینا مدل دیگه ای هستن که این ورژن 3 هست، ورژن های مختلفی داره. خب حالا تفاوت این دوتا چیه؟ ببین این اوریجینال هاش، این پتانسیومتر ها، ببین اینا به طور مکانیکی هن، میبینی؟ ولی تفاوتش با اینا چیه؟ تفاوتش با اینا اینه که نوع حرکت اینا، این سنسوراش به صورت مغناطیسی کار میکنه تو این هال افکت ها، واسه همین سایششون، فرسوده شدنشون، خراب شدنشون دیرتر اتفاق میفته و کمتر اتفاق میفته. فرقشون اینه با این مکانیکی ها، چون که تماس فیزیکی نداره واسه تغییر، واسه اینکه مثلا جهت رو تغییر میدین تماس فیزیکی برقرار نمیشه، ولی اینا چون که تماس فیزیکی برقرار میشه به طور مکانیکی کار میکنه، زمانی که مثلا جهت ها رو خیلی مثلا حالا فشار میدیم بالا پایین چپ و راست و اینا، به مرور زمان اینا چون پلاستیک هم هستن یه حالت فرسوده میشن و کاراییشون از بین میره، واسه همین مثلا میبینی توی بازی و میره چپ فقط، مثلا به یه جهت کشیده میشه. این دلیلش اینه که هال افکت رو معمولا میان توی کنترل‌های با کیفیت استفاده میکنن. و الان میریم که این آنالوگ استیک اینور رو با یه دونه هال افکت آپگرید کنیم. این مشتری قبلا امتحان کرده که، یعنی میخواسته دسته رو خودش باز کنه. ببین این قسمت دسته چون پایه های اینجا یه ذره بزرگ هستن، اینجا به سختی باز میشه. سعی کنید با یه چیز پلاستیکی امتحان کنید واسه باز کردن این قسمت که دستتون خط و خش اینجوری شکستگی توش نیفت. این با یه همچین چیز پلاستیکی میندازین این پشت خیلی راحت و این قسمت رو میاری بالا. این میشه این تیک. بعد دو تا پیچ اینجا داریم، این پایین، و دو تا پیچ هم پشت این R1 و L1 که اینا هم از زیر ببین اینجوری. بعد پیچ ها رو باز میکنیم. خب این میشه 4 پیچ ما که میذارمشون این گوشه. بعد از اون ببین اینجا دو تا خار داریم، این پایین، و همینطور یه دونه کوچیک اینجا و دو تا بزرگ این سمتا، که شما کاری که میکنی ببین اول اینا اینجا میاری تو به این صورت، اینور هم همینطور. ببین اصلا اینور فکر کنم شیکونده مشتری، اینقدر راحت اینا باز نمیشه. بله متاسفانه. بعد از این سمت باتری رو در میاریم اول، و اینکه یه دونه پیچ اینجا داریم، این قسمت هم باز میشه، اینم پایینی، بغلی ها هم باز میکنیم به این صورت میاد بیرون. ما میخواییم این رو عوض کنیم. خب ببین زرد، سبز، مشکی، قرمز. من اول کابلا رو جدا میکنم که بتونم برد رو بیارم بیرون، نخوام همه این جاها رو باز کنم. این اینجوری میگیریم به این صورت، این از این، این سمت هم به همین رفش.
خب این بورد رو میارم بیرون. ما با این بریه کار داریم دیگه. بعد از اینکه قلع و خالی کردیم، این دیگه با یه حرارت خیلی جزئی در میاد. روغن رو میریزم. بعد از اینکه در آوردم اینو، اول یه ذره ترتمیز میکنم. بعد از این دوباره میام این قسمت این دوتا و اینجاها. پایه‌ها رو که تمیز کردم، بعد دوباره تر رو تمیز میکنم اینجا رو. به این صورت این پایه‌ها رو لحیم میکنیم. اهم کردنم که دیگه بلد این چجوریه، اگر نه که اینطوری. حرارت قلب. میایم رو میز. ببین الان اینو ما عوض کردیم به حال افکت. کاری که میکنم، میرم اول این دوتا رو میذارم روش، اینو میذاریم این تو، کابلا رو وصل میکنم، اینها ترتیب رنگشون. این برام بست میکنم، زرد، سبز، مشکی، قرمز. بعد حواستون باشه و هویتون که کار میکنید دسته پلاستیکی جایشو نسوزونید. پیچو که بستم باتری رو متصل.
بعدش هم میریم برای تست. خب این هم از تست ما، این از این، این از این، همه چیز اوکی. خب بریم که بعدم پشتش رو ببندیم و تحویل به مشتری بدیم. سابسکرایب کن حتما کانالو، زنگولش هم بزن چون ویدیوهای لایف هست بعضی وقتا، میتونیم توی لایف ها با هم دیگه دستگاه رو تعمیر کنیم. لایک کن ویدیو رو و نظر تو، سوال، هر چیزی که داری واسه حتما توی کامنت ها بنویس، کامنت ها رو میخونم جواب میدم و تا ویدیوی بعد.